دوست دارین کیفیت متفاوت اینترنت رو روی گوشیتون تجربه کنین؟ دوست دارین از تنوع بسته‌های اینترنتی و کمترین تعرفه‌های ارتباطی لذت ببرین؟ می‌خواین از پیامک‌های تبلیغاتی در امان باشین؟ دوست دارین همه این امکانات رو به همراه 6 ماه خدمات رایگان تجربه کنین؟ خبر خوب اینه که می‌تونین یه سیم کارت با 6 گیگ اینترنت و مکالمه رایتلی از رایتل هدیه بگیرین. حتماً می‌پرسین چجوری؟ با ورود به وبسایت رایتل یا مراجعه به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل در سراسر کشور. به همین رایتلی. هوشمندانه انتخاب کن. بهترین فرصت برای رایتلی شدن. سیم کارت اعتباری به همراه 6 ماه خدمات رایگان. 6 گیگابایت اینترنت و مکالمه رایتلی. 1 گیگابایت اینترنت جهت استفاده از اپلیکیشن های منتخب. اطلاعات بیشتر در www.rytel.ir. رایتل همراه هوشمند. من رسیدم سر کار، اگه اجازه بدین بعداً صحبت. سلام. بله، خدا نگهدار. سلام، ببخشید. اینقدر با تلفن حرف می‌زنی و از اینترنت استفاده می‌کنی، نگران هزینه‌اش نیستی؟ اصلاً. تازه از تماس تلفنی و اینترنت پرسرعت مجانی کلی هم لذت می‌برم. چه جوری؟ با رایتل. خوش به حال تو. ما که رایتل نداریم. بیمه تامین اجتماعی که داری؟ چه ربطی داره؟ رایتل و همه افرادی که بیمه تامین اجتماعی دارن یه سیم کارت مجانی میده، 24 گیگ اینترنت رایگان و یک سال مکالمه هدیه میده. هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند. الان دارم توی یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین بناهای دنیا قدم می‌زدم. نه فقط دنیای کهن، حتی دنیای امروز. بنایی که هیچ وقت به پایان نرسید. تخت جمشید. سلام، من پیمان مبارکی هستم و امروز پنجمین روز برنامه 11000 کیلومتر در خانه برای بازدید از میراث جهانی ایران اومدم به تخت جمشید و قرار راجع به تخت جمشید صحبت بکنیم، مجموعه شگفت انگیز تخت جمشید. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم خوبه که از
دوستان و مجموعه هایی که همراهی کردن و کمک کردن که ما بتونیم برنامه رو بسازیم تشکر بکنیم. شرکت گردشگری مارکوپولو، شرکت رایتل، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات، وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم. تخت جمشید یکی از نمادهای خیلی خاص یک دوره حکومتی تأثیرگذار نه در ایران بلکه در دنیاست، هخامنشیان. راجع به هخامنشیان ما زیاد شنیدیم و خیلی وقت راجبش زیاد خوندیم، زیاد صحبت شده. یکی از دلایلش اینه که هخامنشیان حکومتی هستن که تأثیرگذار هستن نه فقط در آن چیزهایی که در ایران اتفاق میفته بلکه در تمام ساختارهایی که در دنیا ما باش سرکار داشتیم و داریم، ساختارهای نظامی، ساختارهای کشورداری، سیاسی، اقتصادی، به نوعی یک مجموعه رو به وجود میارن و یک در واقع سیستم مدیریتی رو در واقع شکل میدن که باعث میشه که نگاه و کارکرد مدیریتی و ساختار مدیریتی در دنیای اون روز به طور کلی تغییر پیدا بکنه و البته تأثیرش در تمام فرهنگ‌ها و سرزمین‌های دیگه دیده میشه. امروز قرار راجع به این موضوع صحبت کنیم و به این موضوع بپردازیم و جزئیات خیلی زیادی داره، قسمت‌های خیلی متفاوتی راجع به صحبت خواهم کرد، ولی برای اینکه به اصطلاح اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری رو بگیریم و یه در واقع بیشتر بدونیم راجع به این فضا و این مجموعه، از دوستی میخوام امروز در واقع کمک بخوام و همراهیم بخوام که همراهیم بکنه که راجع به این فضا خیلی اطلاعات خوبی داره و خیلی کار کرده راجع به اینجا و مطالعه کرده و امروز همراه منه. نیما امروز دوسته که من رو همراهی میکنه. سلام نیما، مرسی که امروز اومدی و خواهش میکنم دوستم که امروز یه به هر حال مسیر طولانی رو با هم طی بکنیم، با هم یه عالمه صحبت بکنیم و لذت ببریم از این فضا و سعی کنیم لذت در واقع بودن تو این فضا رو یه جوری به دوستانی هم که این خواهند دید و این برنامه رو به اصطلاح ببینن منتقلش بکنیم. با افتخار. من از اول از همه پیمان جان خوش آمد میگم حضورتون رو توی پارسه پرسپولیس یا تخت جمشید. مرسی. توی این پایتخت زیبای هخامنشی و واقعا دست خوش، برنامه بسیار خوب و به جایی توی موقع خوب. اگه بخوایم در مورد تخت جمشید صحبت کنیم، من ای کاش میتونستم دعوت کنم که بریم با هم دیگه از دروازه ورودی، چون اونجا جزئیات خیلی زیبایی رو داره که کمک میکنه به ما که یک مقدمه ملل. آره، دروازه ورودی ملل رو که از این قسمت شروع کنیم راجع بهش صحبت کردن. آره، امکان پذیره. یعنی مسیرمون وقت میخوایم مسیری که میخوایم بریم رو از اینجا ببینیم و شروع بکنیم و بیام وارد چین و بریم سمت آفالانا. بله، بله. بسیار خوب. چون میخوام که یه تصویر ما از اینا داشتیم و دیدیم در ابتدای برنامه. بله. میخوام یه ذره دقیق‌تر این تصویر رو ببینیم و اینکه کلیت مقدمه بگیم. در خدمتتون خواهم بود. بریم به حتما. خب پیمان جان ببینید، پارسه وقتی بنا میشه ما میدونیم که داریوش در کتیبه‌ای که در صفحه جنوبی اینجا نقش شده، همون کتیبه معروفش که دعا میکنه که خداوند این ملک رو، این سرزمین رو از قحطی، دشمن و دروغ برهانه و همون جایی که خیلی زیبا داریوش میاد میگه که از مردمش میخواد که سرزمین پارس و مردم پارس، سپاهیان پارس رو حمایت کنن، چه بسا این حمایت باعث میشه که شادی هیچ وقت از اینجا رخت بر نبنده. توی همون کتیبه داریوش میگه وقتی که اینجا رو میسازه و حتی توی کتیبه های دیگه که در بیس آپادانا ما ازش داریم، چیزی که داریوش ذکر میکنه اینه که در اینجایی که کاخ پارسه، این صفه ساخته میشه، ما قبل از اون هیچ چیزی نداشتیم. به هر حال ساخته میشه صفه و بعد طی حکومت سه شاه، یعنی قسمت اصلیش اینجاست که ما خود داریوش رو داریم، فرزندش خشایارشاه رو داریم و اردشیر اول رو داریم. درسته. که اون قسمت اصلی ساخت توی این صفه توسط این سه شاه، یعنی در دوره شاهنشاهی این سه شاه، یه چیزی حدود 150-130 سال اینجوری رو بهش فکر کنیم انجام میشه و بعدتر تا پایان دولت هخامنشی، تا پایان امپراتوری هخامنشی صحیح تر بخوایم بگیم و حمله اسکندر، ما اینجا ساخت و ساز داریم، چندان که بعداً با هم دیگه خواهیم داشت کاخ نیمه ساخته رو. خب در مورد دروازه‌ای که اینجا داریم، دروازه ملل، که به زیبایی دو نرگاو اینجا
حفاظت میکنن دروازه رو و در دو سمت غربی و شرقی، یعنی شما در بد ورود بعد از اون پلکانی که خشایار ساخته وارد میشیم، اول از همه به چیزی که برمیخوریم این دو نرگاو هستن که توی دو تا دروازه کاخ ملل نقل شدن و قرار گرفتن. بیس اینها آشوری است. ما اینها رو در کاخهای آشور هم داریم، بعضا عنوان لاماسو هم به اینها گفته میشه. به لحاظ علمی تشکیل شدن از یک تن گاو در اینجا که دو پای عقبش حرکت میکنه به نشان حرکت و و این پروگرس این دولت هخامنشی، دو پای جلو ثابت و استوار هست. در اون سمت مقابل در سمت غرب که روی به دشت داشتن، اینها سر گاو رو داشتن، ولی در سمت این ور شرق که رو به کاخ دارن، جایی که شاه، میهمان‌ها و هدیه آورنده‌ها میان اینجا، ما این ور سر انسان رو داریم و به زیبایی بالای این سر انسان یک تاج و یک تیارای هخامنشی قابل دیدن هست. بله، یک روبانی از گل لوتوس در بالا دارن، ریش از تحت تراشیده شده و اینجا بال عقاب دارن به نشان اینکه اونهایی که توی این کاخ هستن بر فرازن، بر اینا مثل عقاب کشورگشایی میکنن و رو به پیشرفت هستن. از نیما یه چیز خیلی جالبی که راجع به این لاماسو همیشه برای من وجود داره همینه که اینا با وجود که ترکیب در واقع چند موجود مختلف هستن، انسان در واقع حالا توی اینجا پیکره گاو، بال عقاب، یه جایی مثلا حالا توی باز بر میخوریم بهش سر عقاب، دوم میمون و حالا پنجه شیر و اینا، یه چیز خیلی جالبی که راجع به اینا هست و اینجا چون خیلی عظیم هست و در واقع با جزئیات بیشتری میشه دید، اینه که با وجود اینکه ترکیبی از سری موجودات هستن که با هم هیچ ارتباطی ندارن، ولی از لحاظ در واقع حالا اون طراحی یا از لحاظ اون زیبایی شو وقتی اینو نگاه میکنی ازش یه موجود خنده‌داری در نمیاد. تو مثلا وقتی فکر میکنی ترکیب به اصطلاح مثلا پیکره گاو و دم میمون و مثلا سر عقاب و شیر و اینا یه چیز مضحکی میشد، فکر میکنم خب باید خیلی کاریکاتور در بیاد، ولی وقتی اینا رو نگاه میکنی اون عظمت یا همون حس قدرتی که حالا از آشور شروع شده به قول تو این بحثه و حالا واقعیت میدونیم که این گونه هست، اینو کاملا میبینیم. یعنی نه تنها بحث از لحاظ زیبایی جذابه که عظمتش هم قدرتش هم حس میکنه. به نکته خیلی زیبایی اشاره کردی. ببینید ما بذارین از اول این فیلتر رو همینجا روی چشامون بذاریم. ما توی تخت جمشید وقتی قدم میزنیم اکثر قطعاتی که میبینیم قطعاتیه که انگار هنر از کشورهایی که تحت سیطره هخامنشی در اومدن به خاطر احترام به اون فرهنگ‌ها و ملل‌ها و به خاطر اینکه اگه اینجا میان حس غریبی نداشته باشن، ما میایم یک جوری گزینشی انتخاب می‌کنیم. این از اینجا، این استایل از یونان، این مدل پیکر تراشی از اینجا و همه رو حتما ولی نکته خیلی زیبایی بود. خب بعد از اینجا ما البته داریم الان از سمت شرق وارد کاخ ملل میشیم. پیمان جان قبل از اینکه پیش بریم من یه نکته خیلی ظریفی اینجا فکر می‌کنم که فراموش نشه خیلی جا به جا خواهد بود. ببینید بر بلندای بال این پیکره نرگاوی که ما اینجا داریم و این بال عقابی که داره، ما اون بالا سه تا کتیبه میبینیم. این سه کتیبه‌ای که اون بالا هستن، یک قالب کلیست در تخت جمشید. ما عموما کتیبه ها رو یک متن واحد رو در سه زبان مختلف میبینیم. بله. و این در وسط ما فارسی باستان و در طرفین بابلی و ایلامی رو داریم. چرا؟ این باز برمیگرده به همون نکته که شما گفتی که اینایی که اینجان، که این دوستانی که اینجا به عنوان میهمان میان حس غریبی نداشته باشن. نکته که در مورد اینا واقعا برای من جذابه اینه که حالا اینا همشون خونده شدن. ما میدونیم که بعد از آقای هنری رالینسون که توی بیستون فارسی باستان رو کدگشایی میکنه، اینا خونده میشن و اینجا ما در کتیبه شروع میشه تکستی که شاه همه کشورها خشایارشاه میذاره با تشکر از خدا به خاطر آفرینش آسمان، زمین، انسان و شادی برای اینا. ببینید من میخوام بگم که این زیبایی ذهنیت اینا رو نشون میده. اینا یک امپراتوری دارن که از مصر تا حدوداً تبت کشیده شده و قدرت مطلقن توی دنیا، ولی باز میان اینجا به فرهنگ احترام میذارن. کتیبه‌هاشون شروع میشه با تشکر از خدا به خاطر آفرینش انسان و شادی برای انسان. توی تکست دوم، توی پاراگراف دوم بهتره بگیم، اتفاقی که میفته این است که شاه خودش رو معرفی میکنه، میگه من مثلا اینجا خشایارم و این کاخ همه ملت هاست که
اینا همه نوشته شده و بعد به خاطر اینکه توی آخرین پاراگراف این تکست و این متن خشایار میاد میگه که این اهورامزدا این خدا بپاید هر آنچه که من و پیشیان من ساختن. ببین این احترام به این ریشه خانوادگیه و حالا واقعا اگه ما بخوایم یک نگاه زبانشناسانه هم به این تکست داشته باشیم برای زمان خودش بی‌نظیره به نظر من، یعنی هنوز که هنوز اونجاست، توی جایی که خوب دیده میشه، توی جایی که خوب در دسترس بوده و این اتفاق میفته. بعد از این دروازه ما وارد کاخ ملل میشیم. کاخ ملل کاخی است که همونطور که دارین دیبینید سقفش با 4 تا ستون توی یک استایل یونانی که حالا اونایی که یکم اهل فنن هایپوستایل یا تالار ستوندار رو میشناسن درسته. ساخته میشه. این ستونها تشکیل شده از یک قسمت پای ستون، یک درام سنگی داریم، شالی یا ساقه ستون که 3 یا 4 تیکه در اطراف، یعنی در جای مختلف تختگاه هستن، اینو تشکیل میدن و بعد یک قسمت تزئینی داریم در بالا که گونه سرستون در واقع آره پاپیروس گونه و بعد در بلندای این ما یک سرستون رو داریم که این سرستون یک در اینجا یک گاو دو سر بوده. این ستونی که من بهش اشاره کردم دلیل داره. ستونی که ما اینجا داریم میبینیم توی تصویر ستونی است که توسط آقا و خانم تیلیا بازسازی میشه در این کاخ ملل. متاسفانه تخریب هایی که انجام شده بوده و همون دیوارهایی که میریزه باعث میشه که وقتی جرز میریزه مثل دامینوتور تمام این ستون ها بریزن و بعد این ستون به بهترین نحو ممکن توسط آقا و خانم تیلیا بازسازی میشه. ببینید مهمان ها میان اینجا ولی اینطوری نیست که هر کسی میرسه و از اون دروازه رد میشه مستقیما بتونه به راحتی بیاد بره داخل، نه. دور تا دور اینجا رو اگه ببینید ما یه سری صندلی تور داریم، انگار گوشه گوشه اینجا صندلی کشیده شده برای همه اون مهمانایی که اومدن اینجا و اینجا نشستن و بعد یک حاجب یا یک کسی که یک مقام بلندتری داره این روبرومون اینجا، این روبرو اینجا یک تختگاهی داریم که یک مقدار بلندتر هست. ببینید اون کسی که انگار مسئول پذیرش این مهمانها به کاخ هست اینجا میشینه و با اشاراتی که از کاخ میگیره گروه به گروه مهمانها رو میفرسته که برن به بار عام شاهی. درسته. خب البته به هر حال یعنی یکی دو تا به اصطلاح نکته خیلی جالب گفتی. البته راجع به اون کتیبه ها ما حالا خوبه به این نکته هم اشاره کنیم که این در واقع چند زبانه بودن کتیبه ها رو ما تو قسمت های دیگه، یعنی تو بناهای دیگه یا در واقع تو مشخصا نقش نگارها یا دیوار نگارها هم اینها رو داریم و حالا غیر از این کار کردی که تو بهش اشاره کردی یه بخش هم برای نیما به خاطر این حجم گسترده یا این وسعتی هستش که سرزمینه ها داشتن و اینو نیاز داشتن که به زبانهای مختلف مردم مختلفی که دارن تو اون سرزمین بر اونها حکومت میکنن بنویسن که اینا به هر حال همشون زبان یا خط فارسی، البته راجع به خط در واقع میخ فارسی بعد میخوام جلوتر صحبت کنیم ولی به نوعی چون اینا همشون این دانشر نداشتن به نوعی به زبانهای متفاوت یا رایج اون روزگار این اطلاعات رو در واقع بسیار زیبایی که شما خودت هم بهشون اشاره کردی آره توی ورودتون گفتین که پادشاهی هخامنشی پایه‌گذار صرفاً کاخ یا صرفاً یک بزرگترین امپراتوری دنیا نیست. ما پایه‌گذار نظام بر مبنای احترامیم و این اتفاق توی همین هم حتی میفته، چندان که ما میدونیم قبل از این قدرت مطلق توی بین النهرین و این منطقه مثلا آشوری‌ها بودن بله. که میان به راحتی اون ایلام اون زیگورات چغازنبیل رو خراب میکنن و میرن میگن به راحتی ما اونجا نمک پاشیدیم، اصلا به زبانهای دیگه هم کاری ندارن بله. ولی ما اینجا این کارو نمیکنیم. یه نکته قبل از اینکه پیشتر بریم همینجوری که داریم راه میریم ای کاش ببینیم که پشت دروازه ها وقتی نگاه میکنیم ما 7 ردیف سنگ رو میبینیم. ببینید این دروازه از جرز یک پارچه ای تراشیده نشده و پشت اینا اونقدر هم پاک تراش نیست. سمتی که میهمان، سمتی که هر کسی که وارد کاخ میشه خودشون میهمان رد میشه پاک تراش شده نقش داره، ولی پشتش یا بین جرزها عموما زبر تراشن به این خاطر که دیوارهای خشتی بسیار زمخت و زخیمی که این وسط بوده بتونه اون وسط چفت شه و این استکاک به وجود میاره نظر بریزن اینا و این یک کمک دو طرف است، هم وزن سنگ کم میشه هم این شیاری که اون وسط به وجود میارن باعث میشه که این دیوار این وسط بمونه. نیما ببخشید میون نفت داره مرسی ولی اجازه بده من میخوام یه قسمت های از این بحث های ساخت و سازی رو بذاریم یه دعواتون قسمتی آخر... که یه ذره حسوال سوب من میدم وقتی آدم میاد اینجا خیلی. دیگه نمیتونه از هیچ کدوم از این المانا ببین پیمان جان متاسفانه به خاطر وضعیت علانیه من یه مدت اصلا نتونستیم بیایم بالا و اصلا من اومدم داخل باورتون نمیشه یعنی اصلا نفسم
یه چند دقیقه طول کشید تا بتونم فقط میفهمم اداپتم با این وضعیت تو... ولی آره. میخوام که یه قسمتایی شد اون رواله یا اون مسیره رو یه جای دیگه بهش بپرسیم. نه من خیلی که اینقدر نه که اینقدر من میگم ولی یکم هیجان دیگه میدونی یه مقدارش واقعا یه حس عرقیه و هیجانی که اینجاست. آره خب همینطوری که داریم راه میریم به سمت پلکان شرقی، لازم به ذکره که پلکان شرقی و این پلکانی که الان ما در سمت راست خودمون داریم، این پلکان شمالی یه جورایی کپی همدیگه هستن پیمان جان. یعنی تصویر اون چیزی که نقل شده اونقدر هم متفاوت نیست، چه بسا تفاوت‌های جزئی وجود دارن. درسته. و بعدتر ما میبینیم که یه سری دیتیل‌های یه سری جزئیاتی در اون قسمت شرقی بهتر ذکر شدن. این قسمت متاسفانه چندان که الان توی نقوش هم میبینید جایش که در دسترسی بوده پیکرها صورتها مورد تخریب قرار گرفته. درسته. و اگه یکم دقت کنیم میتونیم ببینیم که خطی که توی این تا آخرین با پژوهش‌هایی که توی این صفه انجام شده اینا زیر خاک بودن. یعنی اگه روی همین صفه مستقیم نگاه کنیم یه خط یکم کمرنگ‌تر و پررنگ‌تر می‌بینیم که این لول خاک وقتی که این دیوارهای خشتی ریختن رو نشون میده، ولی متاسفانه اون بالاها که بیرون بودن هم با عوامل طبیعی و هم با عوامل انسانی تخریب شدن و تفاوت در واقع اون رنگ رو قشنگ می‌دونی. یعنی اون یعنی مال نزدیک‌تر می‌کنه به اون رنگ واقعی. و البته حالا که صحبت از رنگ شد باید در نظر داشته باشیم که تمام پنل‌های تخت جمشید، تمام این نقش و نگارهایی که توی تخت جمشید داریم اینا رنگین هستن و یا اگر رنگ ندارن لایه‌ای از طلا، لایه‌ای از لاجورد، چون ما هم میدونیم از رنگ استفاده شده هم از متریال‌هایی که رنگ‌های دیگه‌ای داشتن که تصویر رنگینی رو ارائه بده. ما داریم میریم به سمت پلکان شرقی، ولی من ازت میخوام که یه لحظه اینجا یه چیز خیلی زیبایی که توی سادگی تمام تکنیک و توانایی این هخامنشی‌ها رو بهمون نشون میده و به رخ ما میکشه رو اینجا ببینیم. خطی که بالا میبینید خطی است که تا اینجا فکر کنید شما خاک ریخته بوده و دفن شده بوده. آره. یعنی ما از دوره‌ای که هرتزفلد شروع میکنه پلکان شرقی رو خارج کنه از خاک که چندان هم قبل‌تر نیست زیر یک قرن، تا اینجا ما خاک داشتیم. ببینید زیر اینجا ما لاشه بزرگ سنگ‌هایی رو میبینیم که چندان که توی پلکان هم دیدیم که اینا به زیبایی به هم چفت شدن و اگه ما یکم ظریف‌تر نگاه کنیم توی نوک اینا ما توی سطح این ما نوک اون اسکنه‌ای که اینا استفاده می‌کردن رو می‌بینیم. یعنی دقیقاً تراشیده شدن یک سنگ به این عظمت با این وزن 2500 سال پیش با این جزئیات. و بعد اینا اتفاقی که میفته ما بین تمام لاشه سنگ‌هایی که توی صفه و توی دیواره‌ها به کار رفته ما هیچ گونه ملات یا ماده چسبنده‌ای نداریم. تنها چیزی که هست استایل برش این سنگ‌هاست، به طوری که اگه وسط سنگ رو ما نگاه کنیم، یعنی اگه بتونیم اینو الان برداریم، سنگ‌ها از وسط یه لایه خیلی زمخت دارن، یکم میان جلوتر پاک تراش‌تر میشن و بعد به لبه که میرسن به این ظرافت میرسن. برای اینکه ما برای اینکه ما متوجه این نشیم که اینجا چند تیکگی رو نبینیم. درسته. پس خواستم قبل از اینکه بریم سراغ پلکان شرقی آپادانا که ما زیباترین و سالمترین به خاطر اینکه اینا دفن شده بودن نقش‌های تخت جمشید رو داریم، ببینیم که قبل از اینکه این نقش‌ها به وجود بیان سنگ چگونه بوده. بله. و حتی همون ساده‌ش هم برامون زیباست. دقیقاً. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این نقش و نگار و شروع کنیم راجع به اینو صحبت کردن، چون تو صحبتت اشاره کردی راجع به صفه، خوبه که بینم در واقع به این مطلبم یه لحظه بپردازیم. حالا در واقع تخت جمشید و این در واقع سازه‌ای که ما داریم می‌بینیم بر روی سطح دشت ساخته نشده، در واقع یک به اصطلاح ارتفاعی از سطح دشت داره، یک در واقع پای سنگی داره و اصطلاحا که حالا بهش میگیم صفه. و اگر داریم راجع به صفه صحبت می‌کنیم منظور قسمت در واقع زیرین یا اون سنگ‌هایی هستش که قرار داده شده و بعد در واقع این بنا و کاخ‌های تخت جمشید رو اونا ساخته شده. بودم حالا حداقل این در واقع بله. واجم چون حالا حتما خیلی بیشتر از اینا به کار می‌بریم. بله. به ذهنیتی راجع بهش بدیم که منظور از صفه چیه. زمان رو سیو کنیم، بذاریم که از همینجا شروع کنیم نقش رو توضیح بدیم. آره حتما حتما. چندان که اگه می‌خواستیم یکم روایت بهتری داشته باشیم می‌تونستیم تکه تکه از اول و اینا، ولی بیام از همینجا بازم زیبایی خودشو داره. آره هم همونطور که توی اون سنت پلکان صفه ورودیمون، یعنی اون قسمت پلکان ورودیمون انجام شده بود، یه سری جانپناه‌هایی رو داریم که باز هم اینا بسیار بسیار مورد توجه است. تمام نقش‌هایی که در تخت جمشید داریم توی قاب‌هایی قرار گرفتن که روبان‌های یا این
حاشیه هایی از گل لوتوس دارن. گل لوتوس یکی از زیباترین انتخاب هایی است که میتونستن داشته باشن. میدونید که رفتار گل لوتوس اینطوریه که گل لوتوس از توی مرداب رشد میکنه و به سمت خورشید میره، یک حرکت همیشگی داره. یه تحقیق توی دانشگاه UCLA شده بود در مورد بذر گل لوتوس و این یکی از خاص‌ترین بذرهای ممکنه، چندان که اگه شما این بذر رو سالها توی یک مکان فریز کنید باز هم تمام پروتئین ها و رفتارهای خودش رو داره و باز همون منش همیشگیشو داره. حالا به لحاظ شکلی هم ما میایم اینجا میگیم که گل لوتوس از یک دایره تشکیل شده. همین الان هم میدونیم که توی نمادشناسی دایره نشانه یک تکامل خورشیدگونه بودن گل لوتوس در وجه اول داستانه و بعد از اون ما 12 پر بودن این رو میبینیم. پس این 12 ماه سال رو هم داریم. بعدتر میایم توی جایی که اینجا این نقش شیر گاوشکن رو داریم که ما بعدتر در موردش صحبت خواهیم کرد و بعد یک کتیبه داریم. این کتیبه باز هم به همون سنتی که خدمتتون عرض کردم، در بالا و پایین ما دو زبان بابلی و ایلامی رو داریم و فارسی باستان همین کتیبه دقیقاً به قرینگی در اون سمت دیگر این پلکان نقش شده. ببینید پلکان تشکیل شده از دو مهتابی، یک مهتابی عقبی که حدوداً 81 متری طول داره و توی اون ما دو قسمت داریم. توی قسمت اینور ما بزرگان رو داریم و توی قسمت اونور هدیه آورندگان رو داریم. یعنی توی قسمت شمالی ما مشخصا بزرگان و عرابرانان و مهتر شاه رو داریم و سپاه جاویدان و بعد توی قسمت جنوبی که بعد به تفصیل در موردش صحبت می‌کنیم ما هدیه آورندگان رو داریم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم کتیبه هم اینجا در دو زبان نوشته شده و به قرینگی اونوره. توی ذهنمون باشه قرینگی در ساختمان‌ها و سازه‌های هخامنشی یک اصل جدایی ناپذیره. درسته. خب از انتها که شروع می‌کنی ما اینجا توی سه ردیف این تصاویر اشخاصی که باید نقل می‌شدن رو داریم. در ردیف بالا ما یک مهتری رو داریم که این مسئول عرابرانان هست و در پشت سر اون دو عرابران رو داریم. ببینید در مورد این ظرافتی که توی نقل شدن اسب‌ها عرابه، اون دور عرابه ببینید همون موقع هم یه زهتوری گذاشتن درسته. که این انگار استکاکو چیز کنه و بعد جوری که این عرابه خودش نقش شده با یک قابه که از شیر دورشه و در کنار اون یک تیردانی هست، در هر دو میبینیم، البته تزینات متفاوته. ببینید در وسط چرخ یک نقشی است که حالا بعضن یکی از اون داستانهایی که این حاشیه این وجود داره که این نقش یک زنه که اگه این رو حذف کنیم چرخش عرابه از کار میفته درست. ولی به لحاظ میدونید به لحاظ علمی چندان سنخیتی نداره ولی از اون داستانهایی که عموماً عامه پسنده و وجود داره. آره دقیقاً جذابیت ایجاد میکنه. بعد از اون در دو ردیف دیگه ببینید ما اینجا انیمیشن نمیتونیم داشته باشیم توی اون زمان. پس کاری که میکنیم میایم این کسانی که دارن وارد میشن در سه ردیف، چهار ردیف، ده ردیف بالای سر هم دیگه نشون میدیم که بتونیم مفهوم رو برسونیم. تخت جمشید سکوت خالی نیست، تخت جمشید یه دیوان شعره که با همین نقش‌ها گفته شده. یعنی دقیقاً همه اینا کلماتی هستن که به ما میگن. اگه ما بدون هیچ سوادی هم بیایم اینجا میبینیم که آره یه عده دارن اینجا میرن و این عده یکم متفاوتن. چرا؟ چون این عده تماماً آذین تزیینات دارن، گوشواره دارن، دستبند دارن و گردنبند دارن. بعضن اگه دستبنداشون رو نگاه کنید مثل اینجا مثل سر بز میمونه و این مدل از تزیینات برای آدمای عادی خیلی هم به جا نیست. نکته دیگری که در مورد اینا وجود داره اینها در لباسهایی که پارسی و مادی هستن و ما بعداً به جزئیاتشون اشاره میکنیم پوشونده شدن ولی لزوماً شاید پارسی یا ماد نباشن. یعنی این یونیفرمیه که برای اون زمان وجود داره و این دوستان میان دست به دست هم دیگه با گلهای لوتوس در دست و حالا قنچه‌هایی که در دست دارن میان داخل و خیلی خیلی اینا چیز دارن و خیلی خیلی اینا در یک وضعیت محاوره‌ای در یک وضعیت داینامیکی هستن و این نیست که خشک و فریز شده اینا بیان داخل، ارتباط دارن. در بالا میبینیم که سه تا از اسب‌های شاه، نر اسب‌های شاه رو اون بالا میارن، صندلی و کرسی که مربوط به شاست، زیر بغل این دوستانمون یه چیزی مثل رد کارپت بگیم که حالا یکم شناخته شده تره و یا فرشی که اونجا پهن می شده و بعد مدیر این گروه. ببینید خیلی دستبندی زیبایی ها، یعنی اگه ما یک کسایی رو داریم که قراره برامون تخت شاه رو بیارن، مدیر اون مجموعه هست، بعدتر از اون مدیر اون استبل هست که یک مهتری هست و سه تا اسب رو اون کارگرها میارن و بعد اون مهتری که مسئول عرابرانی است. ببینید به زیبایی اینا نقل میشن. تمام این بزرگانی که همونطور که گفتم علاوه بر تزئیناتی که دارن، علاوه بر اکسسواری که دارن، ریششون از ته یه مقداری
بازه. ما رنگ انسان‌هایی که اینجا چیز شدن، اون کسی که یکم لولش پایین‌تر هست، یعنی مثلا سرباز، نگهبان، اینا ریشه‌ای دارن که تا انتها فر شدن و مجعد شدن. چندان که اینجا تمام سپاه رو می‌بینیم، ولی اون بزرگانی که در پس اینها میان، اونا ریش‌هایی رو دارن که انتهای این ریش یه مقدار آزاده و این به ما کمک می‌کنه که بین اینها و اونا تفاوت قائل بشیم، بدونیم که اونا از یک رنگ بالاتری هستن. در جلو اینها سپاه جاویدان میاد. چرا ما به اینا میگیم جاویدان؟ علت این است که سپاه جاویدان تشکیل شده از 10,000 سرباز که این سربازها از کودکی انتخاب میشن، یه سری آموزشات شاید میبینن که یکم میهن پرستی تو اینا تقویت بشه و بعد از این اینا آموزش‌های نظامی میبینن که تبدیل بشن به این 10,000 نفر. هم به محضی که یک کدوم از اینا از بین بره، با یک نفر دیگه جایگزین میشه و اینجاست که ما به اینا میگیم سپاه جاویدان. خب خیلی عالی. نیما اگه موافقی یه در واقع فاصله ما بندازیم بین صحبتامون، یه در واقع فرصتی بگیریم و بعد دوباره ادامه صحبت ما، ادامه بحث با کمال میل داشته باشیم، یه حرکتی بکنیم بعد ادامه بحث. من در خدمت شما هستم. مرسی. بریم. دوست دارین کیفیت متفاوت اینترنت رو روی گوشیتون تجربه کنین؟ دوست دارین از تنوع بسته های اینترنتی و کمترین تعرفه های ارتباطی لذت ببرین؟ میخواین از پیامک های تبلیغاتی در امان باشین؟ دوست دارین همه این امکانات رو به همراه 6 ماه خدمات رایگان تجربه کنین؟ خبر خوب اینه که میتونین یه سیم کارت با 6 گیگ اینترنت و مکالمه رایتلی از رایتل هدیه بگیرین. حتما میپرسین چجوری؟ با ورود به وبسایت رایتل یا مراجعه به فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل در سراسر کشور. به همین رایتلی. هوشمندانه انتخاب کن. بهترین فرصت برای رایتلی شدن. سیم کارت اعتباری به همراه 6 ماه خدمات رایگان. 6 گیگابایت اینترنت و مکالمه رایتلی. 1 گیگابایت اینترنت جهت استفاده از اپلیکیشن های منتخب. اطلاعات بیشتر در www.rytel.ir. رایتل همراه هوشمند. دغدغه‌ای که اینجا وجود داره وقتی ما داریم راجع به این آثار و میراث جهانی ایران صحبت میکنیم اینه که فقط از یک منظر بهش نپردازیم و فقط راجع به یه موضوع صحبت نکنیم، فقط از بُعد تاریخی بهش در واقع نپردازیم یا قدمتی که دارن. هر کدوم از اینا یک در واقع مجموعه‌ای هستن از موارد مختلف و داشته‌های مختلف در واقع این سرزمین و این تاریخ کهنی که ما داشتیم. برای همین الان من می‌خوام با جناب آقای دکتر فدایی صحبت بکنم که مدیر در واقع میراث جهانی ثبت شده تخت جمشید هستن و از این منظر راجع به این موضوع صحبت کنم. سلام آقای فدایی، مرسی که وقت گذاشتیم. اما آقای فدایی، من می‌خوام یه سوال، ما راجع به جزئیات داریم صحبت می‌کنیم و صحبت کردیم اینها، ولی می‌خوام راجع به یه موضوعی صحبت بکنم. اونم اینه که اصلا چرا تخت جمشید، چرا تخت جمشید اینجاست؟ ما این راجع به این چراییش اول یه صحبت بکنیم و ببینیم که راجع به این نقطه و این نکته. خب خیلی سوال خوبیه. یعنی من باید از اینجا شروع بکنم که به هر حال تخت جمشید یک منظر فرهنگیه. دو تا عامل در شکل گیری این منظر فرهنگی تقصیر داشته. یک کوه که پشت ماست، درسته، و دوم دشت که در مقابل ما قرار گرفته. کوه مقدسیه، یعنی کوه مهر یا کوه رحمت یک تقدسی داشته از دوره‌های خیلی قدیمی‌تر، به واسطه این که ما این شواهدش رو در بیشمار آثاری که اونجا بررسی شده همکار ما به دست آوردن. مهمترینشون تدفین های خیلی زیادی است که از دوره های قبل تر تا به هر حال تو دوره های بعد تاریخی اینجا انجام شده که نشون میده اینجا جای مقدسی. یعنی در واقع از قبل از در واقع کاخ بله که ساخته بشد، بله، پیش از هخامنشی اینجا ما بله. آثاری داریم از این که اینجا در واقع که به همین دلیل اینجا انتخاب شده. و جالبه که بدونین تخت جمشید در نقطه اتصال این کوه به دشته، یعنی دقیقا اومده روی این قرار گرفته. البته قرار دادندش، یعنی اینکه اومدن خیلی بخشای بزرگی از این کوه رو تراشیدند و کندند
و یک سفره ایجاد کردن که اون قطعاتی هم که کندن بعدن بردن در جاهایی مثلا دیواری سفره ما پایه‌هاش روی دشته. درست. و این دیوار عظیم رو ساختن، دیواری که بعضی از قطعاتش چند ده تنه. پس این تخت جمشید به عنوان یک مجموعه آینی کاخ، حالا روش جایی صحبت داره، ولی این پشت به این مکان مقدس دارد و رو به دشت. این اتفاق پشت. اما توی دشت چیه؟ واقعیتش اینه که تخت جمشید یکی از اجزای این شهر پارس است. درسته؟ ما پایتخت دوره هخامنشیمون در این دشت گسترده بوده. دشتی که روبروی ماست. دشتی که روبروی ماست، کیلومترها در کیلومترها در واقع این مساحتش هست. این دشت انتخاب شده برای اینکه پایتخت دوره هخامنشی بشه. از اینجاست که بر چهار گوشه دنیا در واقع حکومت می شده. ما اطلاعاتمون از این دشت خیلی کمه، از دشتی که پارسه درش گسترده شد. البته بررسی‌هایی که ما کردیم، همکار ما کردن، ما میدونیم از دوره‌های پیش از تاریخ هزاره پنجم، چهارم تا به امروز ما استقرارهای زیاد اینجا داشتیم. قبل از دوره هخامنشی، یعنی 3000-4000 سال قبل از دوره هخامنشی ما اینجا استقرار داشتیم. تل جری، تل موشکی، تل باکون، اینها فرهنگ هایی بوده است که قبلش اینجا وجود داشتند و در واقع دوره هخامنشی میان در ادامه اون استقرارگاه ها و تمدن ها شهرشون رو بنیان میزنن. البته این شهر شواهدش امروز زیر رسوبات در واقع این دشت فعلی که کشاورزی میشود اینها مدفونه. ما مطالعات زیادی که انجام شده است، کار ژئوفیزیک که مطالعات زیر سطح هست و همینجور بررسی های باستانشناسی که شده، شواهدی از این رو در آوردیم، از این شهر رو. مثلا خب توی 10 سال اخیر، 1 دهه اخیر ما 8 فصل 9 فصل کار کاوش باستانشناسی روی یکی از این تپه ها داشتیم که اسمش در واقع تل آجوریه. درسته. و جالبه به شما بگم که اون تل آجوری یک دروازه است از دروازه‌های این شهر که هنوز ما ارتباطاتشو با اجزای دیگه نداریم. درسته. و از این تپه ها و در واقع بناهای هخامنشی اینجا زیاد داریم که یک وقتی باید به ما کمک کنه شناسایی اونها که یه خورده محتوای اینجا رو بهتر بشناسیم. خب حالا اگه موافقین یه مقدار از این قسمت تاریخی ماجرا فاصله بگیریم، حالا بریم یه مقدار راجع به منظر فرهنگیش صحبت بکنیم. ده. اول از همه این که خب ما میدونیم که این در واقع فضایی که ما درش قرار داریم و حالا تحت عنوان تخت جمشید میشناسیمش، به واسطه به اصطلاح کار کشیدن از اسیران یا برده ها و اینها ساخته نشد. آدمایی که اینجا زندگی میکردن کاملا به شیوه حالا اصطلاح میشه گفت مدرن امروزی حقوق داشتن در واقع و کارشون مشخص بوده، همونطور که توی موزه اون در واقع گل نوشته وجود داره و اسناد دیگه‌ای که به اصطلاح هست و راجبش صحبت کردیم و حالا خزانه. حالا بیایم یه مقدار از این در واقع منظر صحبت بکنیم و اینکه حالا شما به هر حال خیلی راجب این دوها بیشتر ذهنیت دارید اینا. میخوام ببینم که اون نکته یا اون به اصطلاح مسئله متفاوتی که بر اساس همین لوح‌ها و مسئله از این دست، این در واقع به اصطلاح اسنادی که در الان از اینجا به اصطلاح پیدا شده باش سر کار داشتیم، اون نقطه خاصه برای شما چیه؟ چیه که برای شما باعث میشه که اینجا رو متفاوت بکنه و در واقع مسئله متفاوتی از منظر فرهنگی براتون داشته باشه؟ خب نگاه کنیم، ما توی تخت جمشید در هر صورت کتیبه های زیادی داریم. اینجا ما بیشترین حجم کتیبه های خط ایلامی و خدمت شما عرض کنن خط فارسی باستان و اکدی ممنون سه زبانه هستن دیگه. اینها رو بیشترین حجم اینها که اینها خب به هر حال اطلاعاتی که باید به ما بدهد در مورد این حکومت و این دوره توی اینها یه خورده در واقع کمتر اشاره هستش. اما مهمترین سندی که سند مکتوبی که از اینجا به دست اومده همین الواحی هستن که از باروی تخت جمشید به دست میان، شاید مثلا توی اتاقه که کوچک چند متر در چند متر، ولی یه چیزی حدود 30,000 تان. اینها خیلی لوحهای گلی کوچکی هستن که خب از این جهت اهمیت دارن که در واقع تمام وقایع
مربوط به دوره حکومت داریوش، داریوش بزرگ رو بر این پهنه که یک سرش شما میدونین در مصر بوده، از مصر تا آسیای مرکزی و از اونور از رود سن تا حاشیه‌های مدیترانه، یه خورده از این حکومتداری اون موقع و از در واقع اطلاعات این اوج دوره هخامنشی به ما اطلاعات میده که خب اینها البته بخش کوچکش خوانده شده. از این 30,000 تا که به همت مؤسسه شخصشناسی دانشگاه شیکاگو که 1310 تا 1318 اینجا کاوش کرد، اینها رو به امانت بردن برای مطالعه، بخشیش مطالعه شده. محتواش نکنین خیلی محتوای ساده‌ای هست، یعنی به ظاهر جسارت البته به ظاهر ساده همین هست. میخوام بگم چون بیشتر به ماهیتاج زندگی اشاره میکنه که در واقع به گندم، به جو، به این چیزهایی که مردم نیاز دارن اینها رد و بدل میشده وقتی که به عنوان دستمزد و اینها و یا اون حیوانات اهلی، ماکیان، اینها اشاره میکنه. اما در باطن خیلی پیچیده است به دلیل اینکه به هر حال یک عالم مناسبات و ارتباطات و اینها رو در واقع بازگو میکنه. اینا از مرحله انتقالشون تا در واقع ذخیره سازیشون تا در واقع توزیعشون تو این کتیبه بهش اشاره شده که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت. بر اساس همین است که ما میدونیم که اقتصاد دوره هخامنشی به پشتوانه ده ها هزار در واقع کارگری انجام میشده که اینجا کار میکردن، مزد میگرفتند و در واقع این ارزش افزوده‌ای رو برای دوره هخامنشی ایجاد میکرد. البته یک دسته خیلی ویژه‌ای از این الواح هستش که خیلی برای ما همیشه جالب هست و اون بحثش که در ارتباط با زنان دارد و خیلی جالب هست که بدونین که ما تو این دوره بر اساس این الواح میتونیم ادعا بکنیم که میتوانستن زنان مسئولیت کارگروه‌های رو، رهبری یه سری کارگروه‌های رو در کارها به عهده بگیرن. این خیلی بحث جالبی هست و همینطور اینکه گاهی دستمزدشون در واقع در کارهای مختلفی که با گروه‌های دیگه داشتن بیشتر از بقیه بوده. در واقع حقوق شهروندی که بله. داریم امروز راجع به صحبت می‌کنیم رو می‌تونیم به شکل خیلی در واقع ساری و جاری تو فضای بوده. بله. فرهنگی و تاریخی تخت جمشید ما اینو ببینیم. این خیلی مهمه، به خصوص مثلا در هخامنشیان به مادرانی که فرزند می آوردن یک جیره مضاعف می دادن و اینا همش نشون میده که خب این حق حقوق کامل پرداخت می شده. حالا این یک مثالش بود. شما ببینید تمام این لوحه ها که اینا بیشتر از روستاها، شهرها، منزلگاه‌های بین شهری، البته از منطقه خوزستان و فارس اینا بله. مثلا بیشتر جمع‌آوری شدن، اینجا باید پردازش می‌شدن، به این مسائل اشاره می‌کنه و این جهان بخشی از در واقع جهانبینی دوره هخامنشی. بچه ستا میدونیم فکر کنم یکی از نکته‌های جالبش اینه که اینا در حد ادعاهای یعنی خیلی وقتا اینا خیلی فضاهای اینجوری یا مسائلی از این دست و ارتباط دادن دنیای پیشین با امروز یا در واقع راجع به حقوق شهروندی یک تمدنی یا سرزمین صحبت کردن، خیلی وقتا بیشتر شبیه یه جور ادعا است، یعنی سندی توش نیست یا خیلی وقتا رنگ و بوی ملی‌گرایی پیدا میکنه و داستانهای از این دست. ولی اینجا ما داریم راجع به یک واقعیت تاریخی صحبت میکنیم و نه ادعا است، نه افسانه پردازی، نه قصه پردازی و یک روایت سنددار و مستند تاریخی و البته بسیار ارزشمند هست. بله دقیقاً. و من فکر میکنم که حالا اینو در واقع مرتبط میکنم به داستان، من فکر میکنم که اینو در واقع میخوام از شما راجع بهش بیشتر بدونم که احتمالاً یکی از دلایلی که این در واقع مجموعه به عنوان میراث جهانی ثبت شده و به عنوان میراث جهانی شناخته میشه، من یکیش همین در واقع مسئله کارکرد فرهنگی هستش که این مجموعه داشته، درسته؟ دقیقاً، یعنی به همین دلایل بوده که ما این محوطه در سال 1989 که 58 خورشیدی است روی اون سه تا معیار 1 و 3 و 4 یونسکو، یعنی که به هر حال
یک شاخصی است از نبوغ خلاقیت بشری. یعنی تکنولوژی قسمت بخش تکنولوژی نه بل بل بخش تکنولوژی جداست. بله جدا این بله اون بحث در واقع اینکه شاخص اون نبوغ بشری است، اما به جز این همین که به هر حال یک گواهی است یا سندی است از اون فرهنگ سنتی و تمدنی که در واقع از بین رفته است. این یک موردش هست و بحث تکنولوژیش هم اون مورد سومی است که به هر حال به دلیل اینکه یک نشانه ای از اون مسائل تکنولوژیکی و در واقع خلاقیت های این موضوع رو به عنوان یک اهمیت در واقع در ساخت و ساز دارد، تو این سه تا مؤلفه به هر حال این تونسته ثبت بشه و واقعا هم ارزشمند و فوق العاده است. یعنی تو هر شرایطی، تو هر فضایی، تو هر فصلی، با تو هر موقعیتی وقتی آدم میاد و این مجموعه میبینه، البته به هر مجموعه ویژگی های خاص خودش و تاثیرات خاص خودش داره، ولی واقعا این مجموعه توی هر شرایطی آدم رو هیجان زده میکنه. دیدن حتی چندین بارش و فکر کنم برای شما که اینجا هم هستی همیشه این اتفاقه میفته و به هر حال دارید همیشه این هیجانه رو هر روز احتمالاً تجربه میکنیدش. همینجوره این دولت جهانی که در دوره هخامنشی، که این یک نشانه از اون دولت جهانی است، این دولت جهانی که اونها ایجاد میکنن با زیرساخت هایی که به هر حال برش در واقع لحاظ میشود، مثل اون شبکه راه شاهی، مثل اون سپاه جاویدانشون و اون دولت متمرکزشون، همینا باعث میشه که در واقع اینها بتونن به یک مدیریت به اصطلاح مناسب برسن، به یک مدیریت مناسب برسونند اون حکومتشون رو. و البته این همه ساخت و سازی که اینجا میبینید، هیچ چیزی حدود 200 سال ساخت و ساز بوده، اینکه این 200 سال تونستن مداوم اضافه بکنن، اینها مربوط به هم مدیریتی بوده که توی این موضوع داشت. مرسی آقای دکتر، ممنون، خیلی لذت بردم و ممنون از این وقتی که گذاشتین و گپی که با هم زدیم، فوق‌العاده عالی بود. مرسی، ممنون، متشکرم. خب الان ما جلوی پلکان شرقی هستیم با نیما و همچنان این پلکان ها همشون پر از جزئیات و نقش و نگار و آدم همینطور که نگاه میکنه، یعنی توش انگار توقف نیست، ایستایی نیست، همینجوری قسمت قسمت هر چقدر که چشم آدم میچرخه. حتی خوبه نیما من معذرت میخوام، یه اشاره هم به این داستان در واقع اون لاماسوی که توی اون دروازه دیدیم هم بکنیم که اینجا حالا با اون دم میمانی که میمون ولی سر در واقع انسان پیکره‌ای که هست و در واقع بال عقاب و دوم میمون که حالا اونجا اشاره کردیم پر از نقش و نگار و ببینیم. پیمان جان فقط قبل از اینکه ما پیشتر بریم، میدونیم که این وسط ما اون نقشی که بعداً توی قسمت خزانه میبینیم اینجا قرار داشته. یه نقشی که بچه‌ها خیلی دوستان عزیز خیلی زیاد ما اینجا چشممون رو میگیره و همه جا هست، حضور داره همه جا، تکرار شونده است، نقش شیر گاوشکنه. این نقش مورد تفسیر و تأویل‌های خیلی زیادی قرار گرفته، ولی ما میدونیم که قدمتش خیلی بیشتر از تخت جمشیده. ما در هزاری سوم پیش از میلاد اینو داریم، بعدتر روی سکه‌ای که کروزوس 600 قبل از میلاد میزنه اینا هست و این تعویل‌هاش هم به همین سن خودش هست. عده‌ای تعویل نجومی در نظر گرفتن، یه عده تغییر فصل‌ها رو میدونن. حتی در ادبیات ما هم اینو داریم که میگن که چو خورشید زد پنجه بر پشت ماه، زهامون برآمد خروش چکاف، که این هم یه جوری به همون تغییر فصلی یا اون جریان دینی، این تعبیر دینی این حتی به اشاره نوروز میکنه. دقیقاً. میکنن خیلی حالا وقتا. ما این رو دیگه میذاریم بر عهده خود دوستان، تفسیرهای متفاوتی دقیقاً و ما فقط اینجا راوی روایت میکنیم تفسیرها. آره. رو آره. خیلی هم خوب. این یکی از در واقع دیوار نگاره ها و این نقش نگاره فوق العاده تخت جمشید و البته خیلی پرکار و پر از جزئیات و خیلی مهم و یه صحبتی هم راجع به این داشته باشیم که ببینیم راجع به این فضا و این المان‌ها تو بگو یه مقدار راجع بهش. بله حتما. پیمان جان 23 ملت اینجا نقل شدن، 23 ملتی که توسط یک درخت از هم جدا شدن و هر ملت یک راهنما داره، یک حاجبی که داره اینا رو راهنمایی میکنه و اینها هم یکی در میون با لباس پارسی و مادی نقل شدن. پیمان جون از اونجایی که شما از خوزستان شروع کردین برنامه رو، ما اینجا حضور خوزی ها رو داریم، این بالا خوزی ها دارن میان و از خوزستان
یک مادشی رو دارن میارن و دو تا طولش رو. ببینید این نقش تنها نقش مادهیه که تمام محققین بهش اتفق القول اذعان کردن. در زیر پای اینها، در زیر پای خوزی ها، ما گروه ارمنی ها رو داریم، در بالا ما هراتی ها رو داریم، بعد از اون بابلی ها از بین النهرین میان و این پایین ما لیدی ها رو داریم که از ترکیه امروزی میان. و البته خوبه که اشاره بکنیم که اینا رو ما در واقع بر اساس نوع پوشش و لباسشون و در واقع با تطبیقشون با سایر کتیبه هایی که در نقاط مشخصا با مقبره داریوش در نقش رستم، بله خیلی عالی، بر اساس اونها در واقع ما این دانش رو داریم که اگه سوال پیش میاد از کجا میدونیم اینها رو. دقیقاً. فقط به عنوان یک نمونه از این همه جزئیاتی که ما اینجا داریم، ببین ما اینجا میتونیم روزها در مورد این صحبت کنیم، موضوع هزاران صفحه کتاب بوده. اینجا ما لیدیه ها رو داریم، من فقط میخوام مشخصا به یک سری جزئیاتی اشاره کنم که در اون زمان 2500 سال پیش نقل شدن و اینقدر زیبا و چشم‌انداز هنوز وجود دارن. مدل موی اینها گونه است که یک فر بسیار بسیار بلندی بالا دارن، دور پیشونیشون رو یه فر کوچیک دارن که وقتی کلاه میذارن اینو میذارن سمت بالا، جلوی چونه اینا یکم ریشه دیگه مجعد نمیشه، توپی شکله. آره توپی شکله. لباسشون دو تکه است، یه چیز دارن، یه چیز پوشیدن، یک تونیک توری و بعد یک پارچه دیگر روی دوششون انداختن و کفششون نوک این کفش بالاست. ببینید فقط یک نکتهش که شاید به چشم نیاد اینجا، اگه شما دست این دوستی که دو بازوبند رو همراهش داره نگاه کنید، دست به صورت عادی و اگه الان دست من رو هم بگیرید، دست به صورت عادی این رگ و پیش خیلی معلوم نیست، ولی فشار که میاد اینجا این رگ و پیه پیداست و این هم حتی نقش شده. میخوام به یه جزئیات ریز اینجوری اشاره کنم که بدونیم که اون موقع کار فقط انجام ندادن که خب تموم شه بریم. درسته. ببین جان، دوستانی که اون بالا دارن میان، اگه نگاه به پوشششون هم کنیم میدونیم که اینا پوشششون و هدیهشون جوری از بیابانه. اینا روخجی ها هستن. بعد از اون ما این پایین آشوری ها رو داریم. و در مورد آشوری ها قبلا هم صحبت کردیم. بله. یه چیزی که میخوام پیمان جون دقت کنی بهش اینه که توی این دو قوچی که دارن اینجا میارن، در کمتر از دو متر ما حدود 12 تا پا داریم، 12 جفت پا اینجا نشون داده شدن. پترنی که از پشت گردن این شروع شده تا انتها ادامه داره و بسیار زیبا اینا نقش شدن. زیر پای اونها ما کاپادوکیا رو داریم. به نظر تو زیبا نیستن اینا پیمان جان؟ بله فوق العاده است. اگه موافقی حرکت کنیم، آره. چون زمانمون کوتاهه و اینکه بله، فقط توی بله. این مسیر خوبه که یه اشاره کوتاهی هم بکنم. یه لحظه شریف این در حین حرکت این تصویر درخت هم بگیر که ببینیم چون داره تکرار میشه. آره آره. این اصلا جدا کننده ملت هاست. بله بله، که درخت سروی که بله. خیلی نقش آینی داره بله. و نقش فرهنگی بله. و دینی حالا حتی بعد پیدا میکنه دقیقاً، توی دقیقاً. فرهنگ ایران. خب بگذاریم از این در واقع قسمت نیما. بله بله، بریم انتهای این 23 ملتی که اینجا اومدن ختم میشه به دوستانی که از اتیوپی و از حبشه به قولی اومدن اینجا و ما این فیچرها و این خصوصیات فیزیکی اینا حتی به ما کمک میکنه. خواستم بگم که نگاه نجات پرستانه ما اون موقع نداریم. یعنی اینکه اینها از آفریقا یا هر جای دیگه اومدن، چندان که میهمان اینجا هستن، چندان که هدیه آورندگان هستن، اینجا دیده میشن. 23 ملت به زیبایی بر پلکان هستن. بعدتر ما از جلوی کاخ شورا که در الان در سمت راست ما واقع شده، آره بعد خواهیم در واقع میریم و مفصل میبینش بهش میپردازیم. از این پلکان ها هر کدومش یک عالم جزئیات و دیتیل توش داره و میشه از لحاظ نماد پردازی، از لحاظ هنری، از لحاظ بحثه در واقع همین موضوعی که تو بهش اشاره کردین، شیوه پوشششون و حالا نه فقط پوشش ایرانی ها، فرهنگ های مختلف. من ببخشید جلو میرم به خاطر کرونا و حواسمون به این فاصله اجتماعیمون باشه. همه اینها رو میتونیم ببینیم توش. این در واقع نمونه یکی از جذابیتش حداقل برای من همیشه همینه که اینا تکبودی نیستن، فقط ما یک تصویر ساده ببینیم. اینا سرشار از اطلاعات جانبی هستن که به واسطه اینا ما میتونیم نسبت به دنیای اون روز پیدا بکنیم و همین یکی از اون نکته‌ای هستش که خاص میکنه این. چقدر هم زیبا اینا نقش شدن و چقدر هم قائل به تعبیرهای مختلف هستن. درسته. ما الان پیمان در حیات صدستون هستیم. علت این که صد ستونه کاملا واضحه، اگه یه نگاه بندازیم ما شالی 100 ستون رو داریم، 10 در 10، در یک فضایی که حدودا 4700 متر وسعت داره، ستونهایی که 16 متر ارتفاعشون بوده و بعد دروازه هایی در سمت، در چهار سمت، در چهار سوی اینجا ورود میدن ما رو به داخل صد ستون. صد ستون کاخیست که احتمالاً بر اساس بعضی از مطالعات در زمان خشایار شروع میشه و در زمان اردشیر به پایان میرسه
و دروازه ها هر کدوم نقوش مختلفی رو دارن که ما بازم حالا پیمان جان میتونیم ساعت‌ها درمونشون صحبت کنیم. نقش مبارزه شاه با یک حیوان افسانه‌ای که با تن شیر، بال عقاب، سر عقاب داره و دم عقرب بعضن دارن، اینا کاملا توی دروازه ها دیده میشن. ولی در دو دروازه شمالی و جنوبی ما یک نقشی از بارام موجود هست که از معدود نقش های بارام تخت جمشیده. ببینید این نقش بارام یکی از همون دلایلیه که مردم محلی اینجا رو تخت جمشید میگن. میدونیم که جمشید یک شاه پیشدادیه و به تختش معروفه و بعدتر وقتی مردمی که دانش فنی چندانی نداشتن این نقوشی که در بالای اینجا نقش شده رو دیدن، این رو به منتسب کردن به جمشید. اینجا ما احتمالاً نقش اردشیر رو داریم، یک حاجب پشت سرشه. به زیبایی این تختگاه ایشون بزرگ نقر شده و 14 ملت در یک سو و 14 ملت در سوی دیگه این تخت رو حمل میکنن به داخل کاخ. و اون قسمت بالا هم البته فراوهری که بله. قسمت بالا داریم نمیدونم توی تصویر مشخص هست و حتی فکر کنم این طرف روی این بخش رو اینو بهتر میتونیم ببینیم که متاسفانه تخریبی هم که انجام شده چون اینجا بدون حفاظ بوده بر مدت زیادی، مثلا روی تصویر شاه، و حالا چون میدونیم حتما تصویر شاه مزین به قطعاتی بوده که حالا بعدتر از بین رفته و توی کاخهای بعدی هم اینو خواهیم دید، باعث شده که یکم تصویر مخدوش بشه. همینجوری که آدم زنون به سمت خزانه تخت جمشید میریم، ای کاش که یک صحبت کوچیکی هم بکنیم در مورد تفاوتشون. ما توی خزانه قرار یک بارعام ببینیم. درسته. و تفاوت اون با بارعامی که اینجا داریم این است که در اون بارعام جانشین شاه یا ولیعهد تصویر شده، ولی در اینجا چون فضا کمتر بوده خیلی مختصر ولی معجز معرفی شده شاه، که در زیر فروهر و در زیر این فر کیانی تصویر شده. ببینید ما ایلام در موردش قبلا توی برنامه قبلی صحبت کردیم، ما از گرتبرداری هایی که در دوره هخامنشی از دیگر ملل و دولت ها اتفاق میفته صحبت کردیم و باید بدونیم که توی آشور و توی ایلام هم ما این کانسپت و ایده رو داریم که اگر این شاه مورد حمایت خدا باشه، مورد حمایت اون نیروی برتر باشه، این شاه پذیرفته تر شده است. درسته. این اینجا هم وجود داره و اینجا ما فر کیانی رو داریم که به پرواز در اومده و اون در واقع نقشی که راجبش صحبت کردیم و نیمای مقدار قبل تر اشاره کرد که در واقع به جوش اینا میتونیم اینجا ببینیم که الان خب به هر حال به خاطر شرایط حفاظتی و اینها نمیتونیم بهش نزدیک بشیم و از اینجا آره. ببینیش. و من البته توصیه میکنم که به دوستان که اینا رو حالا تو هر برنامه نیم مثلا خب یه موضوع یا یه در واقع تصویرهایی بوده که دم دست ما نبوده و من ترجیح میدارم همیشه توی این موردها اشاره بکنم که دوستان میتونن یه جستجوی بکنن راجبش و تصویرش رو یعنی به سادگی دیگه به واسطه اینترنت میتونن ببینن و از دیدن این تصویر لذت ببرن. این تصویر رو و این در واقع موضوعی که راجبش صحبت کردیم راجبش جستجویی داشته باشید. بله. خب نیما مرسی از زمانی که گذاشتی، از توضیحات خیلی خوبت و اینجا دیگه اگه اجازه بدی من با تو خداحافظی میکنم و ادامه داستان رو میریم ببینیم که تو این مجموعه شگفت انگیز و جذاب دیگه چی داره و چه اتفاقهای دیگه رو قرار بله. روش صحبت بشیم. مرسی. ممنونتون برم. زنده باشید. خب الان در واقع میخوام حرکت کنیم و بریم به سمت کاخهایی که توی این در واقع مجموعه است. متا قبلش میخوام یه تصویری ببینیم از ساختمانی که اینجا هست، ساختمان موزه. داخلش خواهیم رفت و قبلش از اینجا ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چه ساختاری داره. اینجا در واقع کاخ ملکه در زمان خشایارشاه هستش و نکته اینه که در زمانی که به اصطلاح اشمیت و هیئت همراهش داشتن اینجا باستان شناسی میکردن و کار حفاری انجام میدادن، اینجا به اصطلاح آثاری که پیدا میکردن رو میان ساختمون و این سازه رو میسازن. حدود 1313 به بعد اینجا رو میسازن و این آثاری که توش قرار به اصطلاح تو حفاریشون کشف میکردن رو در اینجا قرار میدادن. بعدا تبدیل میشه به ساختمان موزه. پشتش ساختمان اداری که اینا خیلی در واقع ذوق نشون دادن و با خوش ذوقی سعی کردن که
اون درکی که پیدا کردن نسبت به ساختار این ساختمون رو بازسازی کنن، یعنی ستون‌ها رو پای ستون‌هایی که پیدا کردن قرار دادن و اون در واقع دروازه‌ها و اون فرم‌های و اون ساختارهایی که بوده رو حفظ کردن. یه دونه سرستون هم اینجا هست که این سرستون در همینجا قرار داشته، یعنی وقتی پیداش کردن در همینجا قرار داشته و جابجا نشده. بعد میریم توی این موزه، توی این موزه هم خیلی در واقع به اصطلاح اشیاء جذاب و فوق‌العاده‌ای وجود داره. خب قبل از اینکه برسیم به کاخ، خب من راجع به یکی دو تا موضوع صحبت بکنم و اون همین که هخامنشیان دیدیم توی اون نقش‌نگاره‌هایی که قبلیم روی پلکان‌ها بر اقوام مختلف حکومت می‌کردن و در سرزمین‌های مختلف که خیلیشون قبل از ورود به اصطلاح اینکه توسط هخامنشیان تسخیر بشن دارای به اصطلاح حکومت و دارای تمدن‌های خیلی مهمی بودن. اما موضوع اینه که به اصطلاح یه نکته که خیلی قابل توجه اینه که تخت جمشید انگار یک مجموعه، یک اختلاطی از تمام این فرهنگ‌ها و هنرهاست. یعنی ما توی تخت جمشید بهش اشاره کردیم، یک سری عناصر و المان‌هایی می‌بینیم که مربوط به هنر آشوریه، از هنر مصر می‌بینیم، اصلا حتی آدمایی که کار می‌کردن از فرهنگ‌های مختلفن. ولی هنر هخامنشی اینه که کپی صرف از هیچ کدوم از اینا نمی کنن. در نهایت ما با یک هنری و با یک مجموعه سر و کار داریم که تونسته از ترکیب همه این هنرها و این فرهنگ ها یک مجموعه واحد به وجود بیاره. این بنا شبیه هیچ کدوم از بناهایی که توی این مناطق یا حکومت های دیگه وجود دارن نیست. برای خودش یک اصالت داره، اصالتی که از ترکیب فرهنگ ها و تمدن ها و هنرهای سرزمین های مختلف به وجود میاد. و این شاید در امتداد اون صحبت هایی که کردیم درباره ارتباط هخامنشیان با فرهنگ های مختلف، این خودش یه نکته خیلی ظریفه که حتما این کمک میکرده در اینکه هخامنشیان بتونن حکومت در واقع راحت تر یا به نسبت ارتباط بهتری بگیرن با فرهنگ های سرزمین های دیگه. از الان به بعد وارد کاخ میشیم، در واقع وارد کاخ ها شروع میکنیم از اینها بازدید کردن. توی این قسمت من میخوام از وحید خواهش بکنم که با هم همراه بشه. وحید در واقع کارشناس این مجموعه هستش و میتونه یه عالمه راجع به این کاخ ها و فضای این کاخ ها با ما صحبت بکنه. وحید سلام، مرسی، وقت گذاشتی، مرسی. ما از کاخ حدیث شروع بکنیم و به اصطلاح تو برامون راجع به اینجا بگو و گپ بزنیم راجع به کاخ حدیث و بعد بقیه بخشا. بله در خدمتتون هستم، بفرمایید. مرسی. این کاخ که به نام کاخ حدیث هست که توی کتیبه ها هم از اون نام برده و حالا منصوب به خود خشایارشا هست، یا بگیم که کاخ اختصاصی خود خشایارشا هست، که یه تالار 36 ستونی به عنوان مرکز، یه تالار مرکزی داره 36 ستون و یه تالار 12 ستونی در قسمت شمالی هست که اینجا قرار گرفته و اتاقکایی که در جوانب این کاخ ها قرار گرفتن. حالا این کاخ، اگه کاخ حدیث رو در نظر بگیریم، این یکم خیلی بیشتر باعث تخریب شده. اینه که حالا میگن آتش سوزی که اتفاق افتاده از اینجا اتفاق افتاده، از اینجا شروع شده، درست. اتفاق افتاده و این کاخ بلندتر قرار گرفته و این بیس اصلی اون از همین کف اصلی این کوه هست، کوه رحمت قرار گرفته، که حالا کانالای دفع آب هم توی اینها از روی همین کوه تراش خوردن و به اون حفره‌های یا کانال‌های زیر تخت جمشید هست که حدوداً 2000 متر طول داره. میخوام راجع به اون رو بعد ببخشم این حرفت رو راجع به اون بعد صحبت بکنیم. میخوام اون رو یه قسمتایش رو بذاریم سورپرایزمون که داریم جلوتر صحبت بکنیم راجع بهش. خب ولی یه نکته‌ای که هستش این در واقع که حالا ما الان میخوام بهش بپرز منتون بهش اشاره کنیم، در واقع حالا قبلا ما یک بازدیدی داشتیم از در واقع دیداری داشتیم از تالار در واقع کاخ صد ستون و اینکه توی تخت جمشید ما با کاخ‌های در واقع سر و کار داریم که هر کدومش اختصاص داشته به یک پادشاهی. در هر دوره‌ای که هر کدوم از این پادشاه‌هایی که به حکومت میرسن، یه بخشی در دوره در واقع داریوش کبیر، بعد میایم سراغ خشایار و همینطور این امتداد پیدا میکنه. و چون تو اشاره کردی کاخ خشایار، می‌خواستم ببینم یه در واقع اشاره بکنیم که با اینجا با مجموعه کاخ‌های از پادشاه‌های مختلف و دوره‌های مختلف، بله، حالا داریوش که شروع می‌کنه این سفره رو به ساختن، حالا کاخ‌های دیگه که مثل آپادانا، تچر رو خودش شروع می‌کنه، خشایار حالا
تموم میکنه بعضی کاخها رو و بعضی کاخها رو که خود خشایار شروع میکنه و پادشاهان بعدی اردشیر اونا رو تموم میکنه تا این پادشاه ها به داریوش سوم که کاخ نیمه تمام هست تا قسمت که اشاره خواهیم کرده اون کاملا مشخصه. همه پادشاه ها توی این کاخ های نقشی داشتن، حالا بیشتر خشایار و داریوش و خشایار و اردشیر بیشتر این نقش رو ایفا کردن. خب آقا ببخشید بگو، من فکر کردم که آره ما اگه چون میخوایم کاخ تچر رو اصلا من میخواستم همین بگم آره. مثلا بگم که بریم حالا سراغ یکی از در واقع حالا اینا هر کدومشون این بناها و این کاخها فوق العاده ولی فکر کنم به هر حال یه ویژگی های این کاخ تچر داره که باعث میشه خیلی خاص باشه و بریم یه مقدار بیشتر وقت بذاریم برای تچر. فقط من حالا اینجا عذرخواهی میکنم، ما به خاطری که کاخ تچر الان کار مرمت هست و الان قسمت جنوبی یکم بسته شده، ما از یه قسمتی عبور میکنیم که وارد کاخ تچر بشیم. در واقع ما الان در حالت عادی، یعنی یک فرصتی هستش که دوستان لطف کردن به ما دادن، در حالت عادی در حال حاضر امکان بازدید از کاخ تچر وجود نداره و این خودش جذابیت قضیه رو خیلی بیشتر کنه. باید تو برو نایزه چون باید فاصله مون هم حفظ بکنیم. بله تو برو، منم خوش سرت میام. اینجا فقط وید این سازه ها خیلی فوق العاده جذاب، ولی اینجا وقتی آدم داره حرکت میکنه محیط پیرامونی طبیعتش اون کوه، یعنی خود نقطه‌ای که قرار گرفته این در واقع بنا و مجموع بناهای در واقع میشه گفت تخت جمشید از لحاظ جذابیت بصری و طبیعی هم واقعا خارق العاده است. این هر طرف که آدم چشمش میچرخه همینطور که این عناصر زیبای تاریخی رو میبینه خود این هم اینجا یه ذره باید با در واقع سختی بریم بالا. خب ما الان داریم وارد کاخ تچر شدیم، ایوان جنوبی کاخ تچر. بریم کاخ تچر رو ببینیم دوستان. ایوان جنوبی کاخ تچر، البته کاخ تچر کاخ جنوبی تخت جمشید حساب میشه که منصوب به خود داریوش است یا کاخ اصلی خود داریوش هست، اما این کاخ به خاطر سنگای خیلی سیغل داده بودن، حالا بعدها به عنوان تالار آینه حساب می شده چون سنگای اینجا یکمی سنگای رسوبی و آهکی تقریبا خاکستری مایل به سیاه هستن که حالا از معدنهای متفاوت از اینجا آوردن، اما این کاخ هم به عنوان همین سیغلی که داده شدن و کاملا مثل آینه بوده به تالار آینه هم شهرت و داره. یکی از قدیمی ترین کاخهای در واقع یکی از قدیمی ترین کاخهای این تخت جمشید بوده. من میدونم الان میخوای به چی اشاره کنی ولی اول بریم سراغش، اگه اینجا چیز نمیخوای بگی بریم داخل ببینیم و بعد تو اونجا اشاره کن به اون موضوعهای جذابی که میخوای بهش اشاره کنی، چون معلوم نیستم میخوای چی بگی. بله بریم برو. الان وارد تالار مرکزی کاخ تچر شدیم، خب همون کاخ منصوب به داریوش. خب اینجا این کاخ یه چیزی که میتونیم بگیم اینه که معروف شده به موزه تمام خطها، چون که حالا از خطهایی که توی دوره هخامنشی اون سه زبانه‌ای که حالا توی جای جای تخت جمشید میتونیم ببینیم، بابلی، ایلامی، فارسی باستان که روی این جرس ها و این دور این تاخچه ها همه این کتیبه خط میخی وجود داره، اما بعدن خطای کتیبه پهلوی ساسانی هست. اینا رو ببخشید باید بخواید شروع کنیم روشون صبح. آره اون کتیبه ساسانی اون قسمت هست که اون قسمت کاملا دیده میشه و این قسمت ها میتونیم از کتیبه های مربوط به دوره های بعد، چه کوفی، چه نستعلیق، چه نست، چه سلس، همه اینا رو توی گوشه به گوشه این دیواره ها کاملا میتونیم ببینیم. هر قسمت از این در واقع دیواره ها و هر کدوم از این در واقع الاسلام بخواییم بگیم تاخچه ها، هر کدومشون یه خطی رو خطی از این در واقع سیر تاریخی رو که توی اینجا وجود داشته رو به اصطلاح
روش وجود داره، انواع اقسام، و اگر که بتونیم نگاه بکنیم همه خطا رو، و البته اینجا که در واقع داریوش بزرگ رو میبینیم روی این که دارم قسمت خروج پیدا میکنن از قسمت تالار، و این داستان همینجا ادامه داره، حتی این روزه بله همه اینا تمام این در واقع هر کدوم از این به اصطلاح چی بهش بگیم، میگیم تاخچه به اینها، آره هر کدوم از این تاخچه ها یک متنی از یک دوره به یک خط خاصی نوشته شده وجود داره. بله. و یه چیز دیگه هم که هست، کف اینجا چون یک کف گل اخرایی و قرمز رنگ بوده توی این قسمت هست که میتونیم ببینیم حالا، ولی البته ما حفاظت کامل کردیم اینجا به خاطر نزولات یا این فرسایشاتی که داشتن یکم این چیز کردیم، اون قسمت این گل اخرایی و کف اصلی این رو میتونیم اونجا ببینیم. قبلش که بریم سراغ اون قسمت، ببخشید چون تو بخش قبلتر ما راجع به این نقش ها و این در واقع حیوانات ترکیبی که گفتم به چشم میخوره توی این حالا قبلتر توی آشور و اینها، و حالا بعد توی این فضایی در واقع تمدن به خصوص و در واقع هنر هخامنشی، این یه نمونه دیگه هستم که صحبت کردیم، فرجه که اشتباه میکنم من اصلاح کنم، در واقع پنجه عقاب، دوم در واقع عقرب، و این در واقع فکر کنم یه دونه قبلتر هم بهش اشاره کردیم نمیتونستیم بریم ببینیم، ولی این ترکیب و حیوان ترکیبی ورودی دروازه ورودی کاخ صدستون که اون چیزا داشت. خب حالا این کفه اخرایی رو اگه بخوایم ببینیم، و این هم حالا نمونه های دیگه ای از بله این خطا که همه کاملا خیلی خوب. ما برای اینکه بخوایم بریم قسمت کف اخرایی رو ببینیم یه مقدار سخته، یه در واقع یک دالونطوری حالا خواهید دید، و همین یه فاصله کوتاهی میدیم که بتونیم آماده بشیم که تو اون قسمت قرار بگیریم، یه لحظه در واقع فرصت. خب الان اومدیم توی موزه تخت جمشید، یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین موزه‌هایی که توی ایران و توی جهان وجود داره. این که میگم خیلی خاص و در واقع متفاوت، حالا غیر از اینکه آثار خیلی ارزشمندی توش وجود داره که غالبا از همین محوطه تخت جمشید در واقع پیدا شده، به خود ساختار و مدل در واقع معماریش هم هست. ولی قبلش که قبل از اینکه وارد سالن اصلی بشیم، می‌خوام به یکی دو تا از این آثار یه نگاهی بندازیم. مثلا این سر مجسمه در واقع خشایارشاه که راجع به این بحثه هنری و دیتیلا صحبت کردیم و بهش پرداختیم، ولی میخوام اینجا یه مقدار بیشتر بدونیم. فقط یه نکته جالبی که این داره، رنگی که این داره به نسبت به خاطر اینکه توی حفاره دیرتر به دست اومده، رنگش خیلی شباهت بیشتر و دقت بیشتری داره و بیشتر حفظ شده نسبت به اون در واقع اصلی و اون در واقع فرم اصلی که داشته. ولی بریم توی در واقع فضای اصلی موزه. این موزه در واقع کاخ ملکه در واقع خشایارشاه بوده. هیئتی که اینجا داشتن باستان شناسی می‌کردن و شروع کردن به کار کردن روی به اصطلاح فضای تخت جمشید و بهش پرداختن و بهش اشاره کردیم قبل‌تر، نیاز داشتن به اینکه یک فضایی رو ایجاد بکنن تا آثار و اشیایی که به دست بیارن رو بخوان توش حفظ بکنن. برای همین در اول میان اینجا رو در واقع با این نگاه و با این کار کرد
بهش سر و سامون میدن برای نگهداری اشیا، نه با ذهنیت موزه، فقط حفظ کردنش. ولی بعدا تبدیل میشه به موزه و میبینید که چقدر متفاوته این در واقع دروازه ها و این در واقع تزییناتی که اینجا وجود داره و به شدت این حس واقعی که این کاخ یا این ساختار و این قسمت این ساختمون داشتن میتونه به ما در واقع منتقل بکنه. از این قسمت شروع بکنیم، به کتیبه هایی برسیم که در واقع به آجر نوشته هایی که چند بار بهش اشاره کردیم و راجبش مفصل صحبت کردیم. این همون آجر نوشته هاست که بهش پرداختم و با آقای دکتر و بعد در واقع توی بخش خزانه اینها صحبت کردیم که وجود داشتن و خیلی نکته مهمه، این خیلی اطلاعات دقیقی به ما میده. این نشون میده که تخت جمشید در کنار همه ویژگی های خاص فرهنگی که داره که راجبش صحبت کردیم، یک تفاوت بزرگ دیگه هم با خیلی از کاخ‌ها و مجموعه های بزرگ سلطنتی دنیا داشته. اینکه برده‌ها یا اسیرا اونو نساختن، آدمایی که اینجا کار میکردن تک تکشون حقوق گرفتن، تک تکشون در واقع دستمزد داشتن و آیدی داشتن و همه اینها رو ما میتونیم تو کتیبه هایی که از اینجا پیدا شد و به اصطلاح خانش متن اونها ببینیم که چند تا قسمتش رو دارید اینجا میبینید که داریم که مثلا بر فرض مثال آقای هرتکاما درودگر مصری سرکارگر 100 نفر کار کرد که به ضمانت حتی با این جزئیات چه کسی در ساختمان پارسه انجام وظیفه میکند استحقاق دریافت 3 کارشا و 2 شکل و نیم نقره ببخشید 2 شکل و نیم نقره به عنوان دستمزد خود داره، وعده پولی در واقع دور داره. حتی میگه این آدمه چقدر حقوق باید میگرفته و دستمزدش چقدر بوده و این همون نکته هست، همون تفاوت هست، همونه که باعث میشه آدم وقتی اینا رو میبینه هیجان زده بشه خیلی بیشتر. اون روبرو یک اثری رو میبینیم که الان باش کار نداریم، اصلا نمیخوام بهش اشاره کنم، تصویرش رو ببینیم ولی یادتون باشه با این من فردا کار دارم، با این میخوام فردا روش صحبت بکنم. یه تصویر کامل ببینید، این تو ذهنتون داشته باشین، فردا ببینیم که این ماجرا چیه و به چی میپردازیم. خب بریم توی تالار. یه چند اینا همشون فوق العاده ولی بعضیشون رو میخوام الان یه اشاره بهش بکنم. کتیبه ها، نوشته ها و در واقع اسناد توی تخت جمشید خیلی نقش مهمی بازی میکنن. یه سند دیگه در واقع در مورد سنگ پی همین جا و همین در واقع نقطه‌ای که ما توش قرار داریم، یعنی کاخ ملکه، توی این در واقع اومده توی این به اصطلاح سنگ پی راجب این ساخت اینجا و راجب جزئیات ساختش توضیح داده و شروع کرده صحبت کردن. و البته بریم سراغ قسمت بعدی، یک اثر فوق‌العاده و خارق‌العاده، یک ساز مفرقی از دوره هخامنشیان، شاهکاره. همون تصویری که شما می‌بینید توی خیلی وقت توی فیلم‌ها، اینجا در این نمونه واقعی از همین تخت جمشید پیدا شده. این در واقع بخش رو ترجیح میدم فقط یه نگاهی بهش بندازین، چون دوست دارم که برید توی موزه ایران باستان، حالا بعد از اینکه این مشکل حل شد و موزه دوباره بازگشایی شد، برید و این نمونه رو اونجا ببینید. اینا همشون مربوط به تخت جمشیدن، یک نمونه خیلی سالم و در واقع با جزئیات بیشتر و قابل لمس‌تر که توی موزه در واقع ایران باستان ازش داریم. و اینکه بریم از موزه بیرون بقیه فضا رو ببینیم، منتها قبل از اینکه به اصطلاح از موزه بریم بیرون، این قسمت هم که میخوام یه اشاره کوچیکی به یک نکته بکنم، ما توی اون قسمت‌های دیگه توی پلکان و اینها و توی بخش‌های دیگه صحبت کردیم راجع به این تعامل فرهنگی، این اتفاقی یا ارتباط فرهنگی. یه نمونه خیلی بارز و فوق‌العاده‌اش همین دوتا مجسمه در واقع الهه مصری هستن که توی تخت جمشید پیدا شدن، الهه مفرقه مصری اما توی تخت جمشید. بریم بیرون ادامه داستان رو ببینیم. توی این قسمت که در واقع از کاخ تچر ما دیگه گوشه که میخواییم به کفبوش ها رو
در واقع به چه اینکه ببینیم به چه شکل بوده و به چه صورت و اینها درسته و اینجا بله بله. میخوایم این توی این قسمت توی این قسمت این کاخ این گوشه و دور تا دور اونها از این کفپوش گل اخرایی قرمز رنگ دیده میشه رنگی میتونه آره. که دیده میشه و کاملا سالم باقی مونده و هنوز هم و فقط توی همین کاخ تچر و این توی کاخ تچر و توی حالا کاخهای دیگه هم یه قسمت مخصوصا توی موزه توی کف اصلی اونجا نمایان هست. ببخشید اینم الان اون خط میخی بله در واقع یکی از اون انواع اقسام خطی که بهش اشاره کردی خط میخی که دور تا دور این تاخچه ها تمامشون بله کاملا دارن و نمونه دیگه خطایی که بهشون اشاره کردیم توی دوره‌های متفاوت خطایی که فکر کنم مال دوره قاجار بله مال قاجار یکم قدیمی‌تر یا قاجار هستن. خب ما بریم از کاخ تچر کاخ فوق‌العاده زیبای تچر بله که حالا فرصت پیدا شد اختصاصی بخوایم ببینیمش بریم بیرون و بریم سراغ کاخ بعدی. بعد اینم پلکانی که در زمان اردشیر سوم ساخته میشه و منظره فوق‌العاده زیبا. منظره فوق‌العاده زیبای شهر پارسه، حالا یا بگیم پارسه کاملا دشت. خب و ما از این قسمت بریم حالا به خاطر که یک کمی ما توی یکی از کاخهای ممنوعه اومدیم وارد کاخ یه ذره چون اینجا به خاطر بحث‌های حفاظتی محدودیت داشته عبور کردن ما سخته. ببخشید فکر کنم صدای منم این مشکل دیگه برنامه وقتی که به این صوره. خب ما الان داریم وارد کاخ آپادانا میشیم. کاخ آپادانا بزرگترین کاخ تخت جمشید هست که یه تالار مرکزی داره، 6 ردیف در 6 ردیف ستون در مرکز قرار گرفته و 3 ایوان که در قسمت شمالی، شرقی و غربی قرار گرفته که حالا ما در قسمت غربی ایوان شرقی ایوان شرقی سرستون ها به شکل شیر هستن، اما توی دو ایوان دیگه سرستون ها که دو تا گاوه پشت به هم کرده قرار گرفتن. خب بعد خود کاخ آپادانا رو یه مقدار توی مسیری که داریم میریم برامون بگو از کاخ بله کاخ این به عنوان کاخ داریوش حساب میشه که داریوش شروع کرده و ما یه کتیبه های پیبنا داریم که توی گوشه های این کاخ قرار گرفته، حالا هم به صورت زرین و سیمین و هم به صورت نقره‌ای که هم در موزه ملی ایران هستن که پی بنای این کاخ رو چجوری ساختن و همه توضیحاتی که در مورد این کاخ بوده رو دادن. حالا این کاخ هم این پای ستونایی که میبینید این توی دوره داریوش به صورت مکعبی بوده و بعد ستونای اینجا ستونهای سنگی بوده که این قسمت رو میتونیم ببینیم که اون توی قسمت ایوان بالغ بر 20 متر 18 تا 20 متر ارتفاع داشته و سقفی که اون گاوهای پشت به هم کرده اینها رو به هم پوشش میدادن. کاملا از این قسمت بریم مصاحبه کنیم. این راجبه این در واقع برو لوهایی که در واقع توی پی بنا بوده به نوعی میشه گفتش که اینا انگار که یه جوری مثل کارکرد سند مالکیتش هست، درسته؟ یعنی بله بله کاملا. یه روایتی تعریف میکنه از این که در واقع چه اتفاق افتاده، یه راجبه ساخت و ساز اینجا بس ساخته و البته خود این که باید اشاره کردین لوها که 4 تا بودن دو تا نقره از جنس نقره هست و دو تا از جنس طلا که به اصطلاح توش این ماورقه و این شرح ساخته اینجا اون سرستون شیر هست که اینجا در واقع من فکر و این کاخ آپادانا و البته تشبل این کاخ آپادانا و این تصویری که داریم میبینید جون تصویر نمادینی هستش که ما از تخت جمشید بیشتر میبینیم. این ستون‌هایی که اونن کاخ تچر بله. و بعد این سرستونی که سرستون شیر هست که تنها در این قسمت دیده میشه. آه ما سرستون شیر رو فقط توی همین قسمت داریم و توی بخش دیگه این رو نداریمش. خب الان از پلکان میریم پایین. ما این پلکان رو قبلتر اومدیم راجبه صحبت کردیم. این دقیقا همون قسمتی هستش که در واقع اون هدیه آورندگان هستن و مفصل راجبش صحبت کردیم. بهش پرداختیم. این در واقع خطی که هم درخت ها که باز بهش صحبت که من عنصری که تکرار میشه این درخت سر توی این در واقع بخش. خب ما حالا قبل از اینکه وارد کاخ نیمه تمام یا دروازه نیمه تمام بشیم توی تخت جمشید یه کانال هایی هستن، کانال های دفع آب
که توی تمام کاخها دیده میشه و این کاملا آبهای روی سقف این کاخها رو به صورت یه تنپوچه های سفالی انتقال میدادن به داخل اینا و حدوداً حالا اونجا هم اشاره کردیم توی کاخ حدیش 2000 متر طول دارن که سر تا سر این کاخ ها رو قرار گرفته و از قسمت شرقی تخت جمشید خارج میشه. این آب ها کاملا از حد، با وجودی که دیروز حدود 40 میلیمتر بارون زده، الان هیچ چیزی آب روی سطح صفه تخت جمشید دیده نمیشه. همه این آب ها دفع میشه و خیلی زود از اون قسمت جنوب شرقی خارج میشه و کاملا در واقع یه سیستم جمع‌آوری آب‌های به در واقع اصلا بحث همین پرداختن یعنی از منظر مهندسی ما این به اصطلاح موضوع رو توی شوشتر هم بهش یه اشاره کردیم، یعنی نگاهی که هست به هم استفاده بهینه هم که این نگاه مهندسی که توی ساخت و ساز وجود داشته و همین چیزی که تو گفتی بارندگی داشتیم دیروز خیلی زیاد ولی الان اینجا کاملا خشکه و این آب‌ها به توسط یه منحول‌های به این کانال ها انتقال پیدا میکنه و خارج میشه. خب حداقل این قسمت که ما الان داریم واردش میشیم و به اصطلاح میخوایم ببینیم یکی از خاص در این تخت جمشید همش فوق العاده است، یعنی همش آدم رو تحت تمامش جز به جز این تک سنگ ها و نگاره ها آدم رو تحت تاثیر قرار میده، ولی میخوام الان وارد یه قسمتی بشیم که من همیشه دیدنش و مواجه شدن باش برام یه حس متفاوتی داره. الان بریم داخلش و شروع بکنیم راجبش صحبت کردن متوجه میشید که منظورم چیه و چی میخوام بگیم. میتونیم ما با احتیاط و با رعایت حالا مسائل حفاظتی و ایمنی یه مقدار بریم داخل فضا که دوستان بیشتر متوجه بشن منظورم. یه مقدار حرکت دوربین و اینها سخت میشه ولی فکر میکنم که اینجا ببخشی یا من به تو کمک کنم تو رد چی بعد مرشم میتونی الان برای تصویر هم ارزش رو داری که خب وید شروع بکن راجبش. من معذرت میخوام قبلش اصلا یه کار دیگه بکنیم، بیا با ذهنیت این که اینجا یه کارگاهی هستش که کارگاه ساخت و سازی که هستش، این با اون ذهنیت بریم که اونجا قبلا قرار بوده چه اتفاق بیفته، زد تصویر سازی بکنیم راجبش و بگیم که خیلی خوب الان ما می‌خوایم یکی از این در واقع بنها یکی از این فرم‌ها رو بنا بکنیم و برای این چه پروسه‌ای طی می‌شده و چیکار باید بکنیم. چه اتفاق بود؟ خب این کاخ به نام کاخ دروازه نیمه تمام حساب میشه، حالا که میگن مربوط به دوره داریوش سوم احتمالاً بوده و بعد تخریب دیگه کاملا ادامه پیدا نمی‌کنه که ساخته بشه. حالا شبیه به دروازه ملل هست، شبیه به دروازه ملل هست، اما نکته ای که اینجا خیلی قابل توجه است که این سنگ ها چه توی کاخ ها چه توی کاخ های دیگه تخت جمشید چه جوری این سنگ ها سوار شدن و چه جوری پاک تراش شدن و اومدن پایین. حالا این یه پروسه ای رو داره که از معدن این سنگ ها جدا می شده و کاملا پاک تراش نمی شده و به اینجا به تخت جمشید انتقال پیدا می‌کنه. خب می‌تونیم از همین دوتا شروع بکنیم که آره، یه در واقع تصویر به ما میده. بلوک‌های سنگی رو روی همدیگه قرار میدادن و اینا رو کاملاً به صورت خشک‌چین قرار میدادن تا میرفته بالا و از بالا کاملاً پاک‌تراش می‌کردن و میومده پایین و تزئینات رو پیاده می‌کردن. در واقع روند کار اینجوری بوده. بله. این قالب‌های سنگی قرار می‌گرفته یک فرم کلی در واقع لبه‌دار و بدون در واقع شکل خاصی تشکیل میدن، بعد شروع میکنن بر اساس شکلی که میخواستن یا بر اساس اون در واقع نقشی که میخواستن به این بدن این رو در واقع میتراشیدن به نوعی مثل یک مجسمه سازی کاملا رفتار میکردن. این صفحه قرار میگرفت و آن چیزی و اینجا ما میتونیم این رو دقیق ببینیم که اون قسمت بالایی که تراشیده شده و بهش شکل داده شده تا حدی اون قسمت سر و قسمت جلوی و باقی داستان نیمه کار مونده و دلیلش هم نمیشه، شاید بخواد یعنی احتمال به خاطر جنگ یا همون بخاطر همون الکساندر مقدونی آره اسکندر مقدونی حمله نیمه تمام اسکندر اول برنامه گفتم تخت جمشید هیچ وقت به پایان نرسه، یعنی پروژه ساختمانی بوده که همیشه در حال در واقع جریان داشته و ادامه داشته و این هم شاید فکر کنم خیلی نکته جذابیه. و اینجا هم حالا همون باز پروسید بوده که پای ستون‌ها و شالی ستون‌ها و قلم ستون‌ها قرار می‌گرفته که حالا اینجا خیلی قشنگ دیده میشه پای ستون‌هایی که تقریبا نیمه تراش باقی موندن تو این قسمت و شالی ستونی که کاملا تراش خورده و برای اینکه این سنگ‌ها رو این
قلم ستون‌ها رو روی شال ستون قشنگ سوار کنن و کاملا ایستایی کامل داشته باشه، چهار نقطه در چهار گوشش رو ایجاد می‌کردن که این چهار نقطه متفاوت بوده با اون سنگ‌های دیگه، که این قسمت هم همینطور. و این بلوک‌های سنگی رو قرار می‌دادن و اینها رو مماس با یکدیگر، هم روی قلم ستون و هم روی شال ستون رو کاملا، و اینا نقشاشون با هم متفاوته، نقشاشون با هم تو چهار گوشه نقشاشون با هم متفاوته. هر جهت وقتی که قرار بوده اون ستون با قسمت پایینی شکل در واقع اتصال و جهت رو مشخص کنه، برای اینکه اینا با هم دیگه اشتباه نشن و قاطی نشن، اینجا کاملا میتونیم ببینیم که هر کدومش متفاوته. حالا این طرف میتونیم یک... این طرف کلا این چون مرمت شده. آره و این قسمت که به صورت یه فلش هست کاملا مشخص. بله اینجا هم اگر ببینیم که کاملا اون فرم دایره شکلی که قبلی داشتش به اصطلاح، و این هم متفاوته. اون بلوک هایی که حالا به صورت استوانه‌ای می‌خواسته ستون بشه از معدن انتقال میدادن به توی تخت جمشید و یه برآمدگی هایی رو اینجا ایجاد میکردن تا این بتونن و حالا یا با استفاده از تناب و چیزهای دیگه که بتونن اینا رو حمل بکنن و به اینجا انتقال بدن، اینا رو دارن زائده‌ای که روی اینا کاملا قرار داد. خارق العاده بودن تخت جمشید یه مورد دو مورد نیست، نیست. این بله. که هر قسمتش یه درکی نسبت به یک موضوع خیلی مهم و تاثیرگذار از هنر، از فرهنگ، از تمدن، و هر قسمتش که آدم میره به یک نوع آدم رو در واقع تحت تاثیر قرار میده. و این کاخ نشون میده که این تخت جمشید چه جوری ساخته شده، یعنی یه جورایی به ما این کاخ رو نشون میده که نحوه پاک تراش کردن پای ستون‌ها، شالی ستون‌ها، قلم ستون‌ها و یا اون بلوک‌های سنگی که به عنوان نعل سنگ‌ها ازش استفاده می‌کردن که بخوان تراش بدن رو چجوری استفاده می‌کرد. اگه اشتباه نکنم وید اون قسمت جایی هستش که اون لوح‌های در واقع گلی که راجب در واقع یا نوشته‌هایی که میشه گفتش که راجب این تخت جمشید و ساخت و ساز و اینها بله. و چگونگی و راجب بحث کارگرها و خودش 30,000 لوح گلی که توی تخت جمشید به دست اومد. حالا یه قسمتیش رو توی خزانه ما بوده، توی تالار 99 ستونی اونجا بوده، اما 30,000 لوح گلی اینجا که به عنوان حالا قسمت شمالی این تختگاه تخت جمشید قرار گرفته به عنوان بارو استفاده می شده که اون قسمت حالا از اینجا کاملا دیده میشه که اون 30,000 لوح گلی اونجا توی قسمت همین یه مقدار همین لبه باله که می بینید اونجا بوده، و خود این بارو و در واقع دیواره و بارو که کل حفاظتی این روی سطح کوه بالا می رفته و اون حالا اون تپه های خاکی رو ببینیم، اونها همه این بارو رو نشون برای حفاظت بیشتر از تخت جمشید حالا تو اون زمان بوده که کاملا بازگو کننده همه اینا هست. خب من حالا دوست دارم که یک تصویر خیلی متفاوت و خاصی از تخت جمشید ببینیم دوباره، و برای همین چند لحظه به اصطلاح متوقف میشیم، یک زمانی رو میگیریم و یک تصویر به اصطلاح منظر فوق‌العاده‌ای رو بتونیم از تخت جمشید. الان اومدیم توی در واقع میشه گفت دل کوه رحمت بس. و یه در واقع تصویر خیلی خوبی داریم پشت سر میبینیم و دایی تو برام بگوی یه ذره از این تصویره. در داخل مجموعه جهانی تخت جمشید یا تختگاه تخت جمشید، آرامگاه دو تا از پادشاه ها اردشیر دوم و سوم اینجا هست که حالا شبیه به این آرامگاه، شبیه به اینها پادشاهان دیگر هخامنشی که توی تخت جمشید بودن کاخاشون هست، توی نقش رستم اونجا آرامگاهشون هست و با همین مود، یعنی این در واقع یک مدل ثابت اونها، یه مدلی آره به صورت چلیپایی پایی کامل هست. تو بخش تو نقش رستم و اینها داریم. و نقش شاه رو می‌بینیم که ایستاده و جلوی اون حالا آتشدان و قرص ماه و اون فر کیانی یا همون فروهر هم در قسمت بالا بله اورنگبران رو می‌بینیم که تخت شاهی رو بر روی دست گرفتم، و در قسمت پایین هم ورودی اون آرامگاه هست که شبیه به همین سرستون‌ها و ستون‌هایی که توی کاخ تخت جمشید دیده میشه و پر از تزئینات، یعنی جز بله. جزش حالا نمیدونم توی تصویر چقدر اون جزئیات مشخصه، ولی تمام این قسمت‌ها، تمام سرستون‌ها، اون کنگره‌های بالا، تمام اینها، همون قسمت اورنگبران، اون در واقع باز از لحاظ پوششونه، تمام اینها ما به جزئیات به اینا پرداختن و در واقع ذهنیت کاملی میدن به ما از این
فضا. خیلی خوب بود، مرسی وقت گذاشتی. اینجا باز مثل خیلی جای دیگه میتونیم الان یه عالمه دیگه با هم راجبش صحبت کنیم و تو یه عالمه دیگه راجب در اون موضوعات مختلف به ما اطلاعات بدی، ولی خب دیگه بعد در واقع برنامه رو دواش دواش تمامش کنیم، میرسیم به آخرش و من از تو خدافظی میکنم. مرسی که لطف کردی، خیلی خوشم اومد، ممنون. و اینکه همه اون چیزایی که تا الان راجبش صحبت کردیم و امروز بهش پرداختیم، یک میشه گفت ذره‌ای هست از آن چیزی که تخت جمشید هست، از آن چیزی که راجب هخامنشیان میشه صحبت کرد. شاید به جرأت بشه گفت نه از منظر حس ملی که اون هم خیلی مهمه، ولی بدون حتی در واقع با نگاه بی‌طرفانه میشه راجع به صحبت که یکی از فوق‌العاده ترین، خاص ترین و متفاوت ترین حکومت‌هایی بوده که در سراسر دنیا در طول تاریخ وجود داشته و حضور داشته و حکومت کردند و شاهکار مهندسی و هنری و معماریشون رو ما امروز فقط یک دیتیلی ازش گفتیم. در آخر برنامه دوست دارم که از این شاهکار زیبا یک نمای متفاوت رو ببینید و ببینید که این عظمت و این در واقع بزرگی رو از این مثلا از بالا و از زاویه متفاوت درکش بکنید. لذت ببرید.